نجیب رستگار در سفرهای هنری زیاد به کشورهای هندوستان، چکسلواکیا، آلمان، کوبا، ترکیه و بیش از 10 بار در فستیوال مسکو و عنوان نقاش و نوازنده فلوت اشتراک ورزیده است. و سرانجام در سال 1991 میلادی مثل هزاران هموطن دیگرش مجبور به ترک زادگاهش شده و پس از هزاران مشقات و سرگردانی های زیاد از دیار به دیار مدت را در مسکو سپری و سرانجام از سال 1993 میلادی بدین سو همراه با خانواده اش و عنوان پناهنده در کشور آلمان بسر می‌برد. نجیب رستگار این هنرمند ارجمن در سال 1990 میلادی زمانی که هنوز در داخل کشور بسر می‌برد در اثر خونریزی دماغی تعادل سی خود را از دست داده و یک سمت بدن وی فلج کردید. نجیب رستگار اگرچه در کشور آلم تحت تداوی قرار گرفت، اما دریغ و درد که در تابستان سال 2006 میلادی بار دیگر به بستر بیماری افتیده و این بار انجره و شنوایی خود را نیز از دست داده و اینک از 22 سال بدین سو در کنار همسر وفادار و فداکارش بانو لولا رستگار که با حوصله‌مندی و از خودگذری بی‌نظیر زحمت مراقبت و نگهداریش را به عهده گرفته در خاموشی مطلق و در بستر بیماری روز را به شب می سپارد. و اما او هنوز هم از مقاومت دست نکشیده و با کمک همسر مهربانش همراه با دست چپ آثار را می آفریند و با نقاشی هایش سخن می گوید. نمایشگاه آثار نقاشی نجیب رستگار اما سالا در کشور آلم دائر و صدها تن از آن دیدن می کنند و نیز در نظر از مجموعه سروده های شیریش به نام گویای خاموش یا خاموش گویا نیز تبابا به دسترس دوستداران شعر قرار گیرد. محصول ازدواج نجیب رستگار دو پسر بوده که هر دو جوانان با استعداد ان و در نوازندگی گیتار و فلوت رای پدر را تعقیب می کنند، چنانکه یکی از پسرانش در رشته هنر موسیقی مصروف تحصیل است. برای نجیب رستگار این هنرمند عزیز و دوست داشتنی و خانواده محترمش بقای عمر، صحت و سلامتی، شادی و شادابی آرزو نموده و به همسر دلسوز و مهربان و فداکارش که تمام سالهای دوران جوانی خیش را وقف خدمت وی نموده سربلندی و سرفرازی هرچه بیشتر را تمنا داریم. زمانی که اونا مصروف تمرین موسیقی می باشن و طرف ما می بینه اشکال از چشمهاش دوری می شه و به گوش خود اشاره می کنه که چی وقت می تانم بشنم صدایش بشنم و چی وقت می تانم ساخته هایشانم بتانم بشنم. ما آرزو می کنم که ضربه که نجیب دیده از لحاظ مقصی ضربه بسیار بسیار خطرناک یا ضربه بسیار خراب بوده گوره دیده، ولی امید به این است که دنیا بسیار پیشرفته میشه، شاید امکانات از این برابر شده روزه که یک چیز جور شده که بتانه دقل بشنوه اگر گپ زدنه میتانه، برای اینکه نجیب زمانی که میشونید دقل لذت میبرد از شنیدن موسیقی، از صدای دوستایش، از آمد و رفت دوستاش که باش با صمیمیت قسم می کردن و قسم می گفتن و او می خندید و از خاطرات گذشته لذت می برد. ما آرزو می کنم که روز بتونم بشنوه انشاءالله. بله، این آرزوی نه تنها از شما هستی، آرزوی همه دوستداران نجیب جان رستگار است. Thank you.
شیر وطنم بی وطنم بل وطنم آکه سخن و سرود و سنبل وطنم گنجینه پربهای دنیای منم ای ملک کتاب شیر و پاکل وطنم من شیر وطن من خونه بدن من من شیر وطن من خونه بدن من آهنگ پیدل کرد اندر سخن من من شیر وطن من خونه بدن من اندر سخن من شیر وطن من خونه بدن من